با درود و سلام، من کیانوش توکلی هستم. امروز میخوام یه خبری رو بدم که در بین اخبار جنبش انقلابی مردم در این چند روز گم شد، کسی بهش توجه نکرد جز خود امید دانا. حالا داستان برمیگرده به امید دانا. داستان اینه که سخنگوی ستاد هم به معروف و نهی از منکر که شخصی است به نام حجت الاسلام و المسلمین، سید علی خان محمدیان، خواهان به اصطلاح ترور امید دانا شد و دلیلش هم اینجوری عنوان میکنه که بنا به نظر همه فقهای عظام قطعا حکم افراد مسلمانی که از اسلام بازگشته و به مقدسات اسلامی نبی اکرم و اهل بیت اهانت می کند ارتداد است. این فرد معلوم الحال نیست، تمام این شرایط را داراست، یعنی وضعیت او همانند وضعیت سلمان رشدی است. البته مطرح می کنه که حتی از سلمان رشدی هم خطرناک تره. خب من برای این که هممون امید دانا رو میشناسیم، من 4 سال پیش با اون به مناظره برخواستم، یعنی با افکارش به مناظره برخواستم. لطفا این یه تیکر با هم گوش بکنیم و بعد من توضیح میدم و فلسفه اون رو هم، تناقضی که در فلسفه امید دانا هستم میارم. البته همون زمان خیلی ها به من ایراد گرفتن که نه چرا رفتی باش صحبت کردی، این تایید. گفتم بابا حالا گوش میکنیم به این صحبت هایی که 4 سال پیش من این محتوای فکری خودتون رو مشخص کردین. شما آشکارا مخالف دموکراسی، سکولاریسم، جمهوریت، فرع پهلوی، احزاب چپ، راست، احزاب اتنیکی، همه رو تجزیه طلب و تروریست مینامی، ولی قاسم سلیمانی و سپاهش میشوند آرش زمانه. چرا اجازه بدید، چرا از صادق خلخالی دفاع میکنید؟ چرا میگویید او کار خوبی کرد که بسیاری را اعدام کرد؟ چرا میگویید اعدام های سال 60 اگر نمی بود ایران از دست میرفت؟ چرا از کشتار زندانیان در سال 67 با شادمانی پشتیبانی میکنید؟ واقعا اسلحه کشیدن، زندانیشون هم تموم شده بود، زدن کشتن قربان. درسته در مورد مجاهدین، در مورد مجاهدین یه واقعیت به قول خودشون آره. عملیات فروغ جاوید اینا مرسد آره. کسی که میگه من اصلا سمپات اینم هستم، زندانش تموم شده یعنی چی؟ ببین من سمپات مجاهدین خلقه. ببین میگه من قبول دارم مجاهدین خلقه. ببین همه که مجاهد نبودن اعدام شدن. کسی که رفته ستون پنجم صدام شده تو مرحله، تو ببین. شرایط جنگی که حلوا همه جای دنیا خوب. شما تو همون دانمارک هستی، شرایط جنگی باشه ببینید چیکار میکنن. خب ببین عزیز من، همه مجاهد نبودن، همه اصلا نداشتن، آدمایی بودن که فقط مخالف سیاسی دستگاه بودن اعدام شدن. مگر آره خب حالا بگذاریم بریم روی سیمو. خب دوستان، بله همونطور که شنیدید ایشون همه رو تجزیه طلب و تروریست مینامید و تنها سپاه پاسداران و خامنه‌ای بودن که از نظر اون به اصطلاح باید حمایت میشدن به اینها. و امروز اون حکم، اون ضرب المثلی داره که میگه خیاط در کوزه افتاد و ایشون در کوزه افتاده و حکم در واقع ارتداد گرفت و فتوای قتل او قرار صادر بشه، البته پیشنهاد کرده. اما من با این وجود به سلام چی میگن این رو محکوم میکنم، این فتوا رو محکوم میکنم، همونطوری که در مورد فتوای قتل سلمان رشدی در تمام این سالها اون رو محکوم کردم. برای من مهم نیست قتلی که به عنوان اینکه تو دین ستیز باشی. حالا اما چرا امید دانا به همچین سرنوشتی در واقع دچار شد؟ برمیگرده به انقلاب ژینا. از زمانی که این جنبش انقلابی شروع شد، امید دانا به طور خیلی جدی تغییر سیاست داد و مشخصاً خودش هم مطرح کرد که میگفت انقلاب ژینا یه سیلی بود، سیلی واقعیت بود به گوش من که من
بیدار بشم. و گفت که البته سیاست استراتژیش راجع به جمهوری اسلامی هیچ فرقی نکرده، خامنه ای همچنان ایزد نشانه، سپاه پاسداران همچنان مورد تاییده، ولی روی دو تا نکته خیلی جدی وایستده. یکی به اصطلاح لغو گشت ارشاد و یکی دیگر هم لغو حجاب اجباری. و به طور مشخص حمله چیز چی میگن انتقاداتش رو هم به سوی خرمذهبی ها میبره. و تو این رابطه جالبه که من همیشه فکر میکردم آها این هواداران اینها از چه طیفایی هستن، الان هم معتقدم طیفای مختلفی هستن که از امید دانه دفاع میکنه، ولی یک بخشش همین به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اینه، میگه که ایشون این حجت الاسلام میگه که انقلابیون و میهن دوستان اسلامی که زمانی دشمن دشمن را دوست موقت خود میدانستن، یعنی امید دانه را دوست خودشون میدانستن، امروز باید دشمن دینشان را مطرود و منکوب اعلام نمایند و حساب خود را از این نماد وقاحت و بیشرمی کاملا جدا اعلام براید نمایند. چون به هر صورت الان امید دانه تو بخشی از حکومت مدافع داره و اون چیزی که به اصطلاح این مطرح میکنه خرمذهبی، خب واقعیت اینه که این هنوز که هنوز از خامنه ای به عنوان ایزد نشان یاد میاد، در حالی که خامنه ای در همین سخنرانی آخرش هم صراحتا از حجاب اجباری دفاع کرده و معلوم نیست که چرا اون اینجا این ایزد نشان اونوریا میشن خرمذهبی ها. آدم یاد سیاست های حزب توده میفته که خمینی رو به صلاح خیلی بری از همه چیز میدونستن و اشتباهات رو به حجت چی میگن حجتی ها وادار میدن، در صورتی که نه، همه این هواداران خمینی و یارانش همین بودن، هیچ فرقی نداشت با اون چیزایی که سیاست هایی که اعمال میشد. اما برگردیم بریم بازم به این مناظره که در اون زمان واقعا خیلی ها به من توپیدن، نگاه بکنیم من در اون مناظره 4 سال پیش تناقض فلسفی امید دانا رو میگیرم. ببینید با هم و فلسفه کسی رو جلوی روی خودت نمیبینی، بزرگ نمایی چرا؟ کدام فلسفه؟ شما پیوسته دارید از ایدئولوژی ها خرج میکنید. در حیده نوشتاری شما دو مسیر میبینم، دفاع از سلطنت و باستانگرایی، دفاع از حکومت دینی و مطلق انگاری شما گاهی به کوروش و گاهی به قاسم سلیمانی پناه میبرید. این تضاد درونی شما نشان از چیست؟ آخرین اظهار نظر کیخسرو گرگین پدر فکری شما که دستگاه ولایت فقیه را شایسته دانسته و جمهوریت را خرچنگ و یا قده سرطانی نامیدید. ببینید شما که ما فکر کنم شما قبول دارید اون افکار رو، یعنی اون جمهوریت خرچنگ و قده سرطانی ولایت فقیه آقای علی خامنه ای بهتر از جمهوریته؟ خب ببینید این عین تمام مناظره رو من میذارم در همین لینک، دوستان اگر خواستم ببینن. یعنی واقعیت این بود که من درست تشخیص دادم و تشخیصم این بود که اولا باید باش برخورد کرد و او هواداران زیادی داره، اینا چیز نیستن. بعضی میگفتن نه شما میتونید فالوور بریم بخرین، حالا میشه خرید یا نخرید، ولی واقعیت این بود که خیلی تو این خط بودم، فقط اون نبود، اردشیر زاهدی بود، نمیدونم علی علیزاده بود، حشمت رئیسی بود، البته هر کدوم از اینا به نوعی، ولی مثلا اردشیر زاهدی مثلا مطرح میکرد که خب من کاری به سیاست داخلی ندارم، به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که مورد تایید منه. اما این بلحاظ این که واقعیت اینه که این فکر رو باید در واقع باش برخورد کرد، نه این که بگیم چون طرفدار نظام هست پس ول کنیم، نه، اونا همچنان هواداران خودشون رو هم در درون نظام دارن، هم در درون ناسیونالیست های ایرانی دارن، یا حتی در درون چپ ها دارن.
هر کدوم از اینایی که من نام بردم نماینده بخشی از جریانات نهله های سیاسی هستن. و در آخر من اینو با صراحت میگم، همونطوری که من از ابتدا قتل سلمان رشدی رو محکوم میکردم، فتوای قتل سلمان رشدی رو محکوم میکردم، فتوای قتل علیه امید دانا که البته هنوز نشد، این پیشنهاد کرده، این رئیس در واقع سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد کرده که چنین کاری رو انجام بدم. و البته یه نکته را بگم که این آقای به اصطلاح حجت الاسلام و المسلمین سید علی خان مطرح میکنه که البته هرچند جسارت های این فرد، داره مقایسه میکنه با سلمان رشدی، این فرد یعنی امید دانا به مراتب وقیتر از کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی است، ولی مناسب است مشابه همان جایزه‌ای که بنیاد 15 خرداد برای سلمان رشدی مشخص نمود برای این شخص نیز تعیین گردد. البته به میزان خیلی کمتری این جایزه را باید قرار داد، چون خیلی حقیرتر از آن جریان است. یعنی اینجا در واقع این رو تبعیض قائل میشه. و هر صورت این بود یک یادآوری تاریخی و اینکه این خبر به هر صورت انعکاسی جز در به اصطلاح مطبوعات جمهوری اسلامی و خود امید دانا کسی به اون نپرداخت. شب و روزتون خوش.